ایالات متحده امریکا به این باور است که آزادی های دینی در پاکستان نقض شده و از همین رو این کشور را در فهرست نظارت جدی آزادی های دینی قرار داده است. ریاست اجرایی افغانستان این گونه تحریم ها را در برابر افراطیت و مبارزه با هراس افغانی اثرگذار می داند. ضرورت است که جامعه جهانی در رابطه آمریکا و ناتو و اتحادیه اروپا اقدامات بیشتر به دست داشته باشند تا بالاخره افراطیت در مدارس پاکستانی، در آموزشگاه های پاکستانی از بین بره و در پالوی افغانستان و هند منطقه و جهان در امنیت شود. در پاکستان اقلیت های زیادی دینی وجود دارند، اما باورها این هستند که این اقلیت های دینی زیر فشار دولت پاکستان قرار دارند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا تاکید دارد که آزادی های دینی در این کشور نقض شدند. ما به تمام دنیا اطمینان می دهیم که در پاکستان تمام مذهب ها آزاد هستند و به تمام دین ها احترام داریم. اما برخی از اعضای جامعه مدنی در افغانستان دولت پاکستان را بنیادگرا می دانند و می گویند که این تحریم ها سبب می شوند تا روش های دموکراتیک در این کشور نهادی نشوند. اساسا دولت پاکستان یک دولت خیلی بنیادگرا هست، یعنی دولتی است که تمامی شالوده های مادی و معنویش بر اساس تفکر بنیادگرایی اسلامی شکل گرفته و خیلی بعید به نظر میرسه که پاکستان بتانه در یک کوتاه مدت و در یک فاصله کوتاه زمانی سیستم ساختاری خود تجدید نظر بکنه. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از سال 1999 به این سو سالانه درباره چگونگی آزادی دین‌ها به کنگره این کشور پیشنهاد می‌کند. تا کنون در کنار روسیه، چین و ایران، ده ها کشور دیگر نیز در فهرست نگرانی‌های دینی این کشور قرار دارند. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل.